سرخط خبرها مهم و تازه. سازمان ملل: اقلیت‌های قومی و مذهبی بیشترین آسیب را از بازداشت زنان افغان دیدند. ملا حبت الله مانند پیامبر در مکه مخالفان و قاتلان طالبان را عفو کرد. وزارت داخله طالبان: خبر کشته شدن 5 غیر نظامی به دست طالبان در کابل صحت ندارد و خبری که با شنیدنش خون در بدن خشک می شود. مشروع خبرها. سخنگوی دبیرکل سازمان ملل در یک نشست خبری با اشاره به بازداشت های خودسرانه زنان گفت این اقدامات سرکوبگرانه زنان را منزوی تر می کند. استفان دوچاره گفت که به نظر می رسد بازداشت های خودسرانه بیشترین پیامد را برای اقلیت های قومی و مذهبی داشته است. دوچاره روز دوشنبه در یک نشست خبری گفت که یونما در حال بررسی اتهامات مربوط به بازداشت های غیر قانونی زنان است. او گفت که اقلیت های قومی و مذهبی در افغانستان به طور نامناسب از سوی طالبان سرکوب می شوند. پیش از این یونما در دوم دل و گزارش داد که طالبان زنان و دختران را عمدتاً از منطقه هزارنشین دشت بچی و برخی را در خیرخانه که ساکنان آن عمدتاً تاجکان گرفتار کرده است. سخنگوی دبیرکل سازمان ملل خاطرنشان کرد که بازداشت های کنونی زنان را به انزوای بیشتر می کشاند. این مقام سازمان ملل بازداشت های خودسرانه زنان را عامل برای خشونت خانوادگی تلقی کرده و گفت که این اقدام ها برای مردان محیط مساعد برای سرکوب زنان در خانه فراهم می کند. ملا حبت الله مانند پیامبر در مکه مخالفان و قاتلان طالبان را عفو کرد. معاون سیاسی رئیس الوزرای طالبان فرمان عفو عمومی رهبر این گروه برای کارمندان و نظامیان حکومت پیشین را به فرمان عفو پیامبر اسلام برای مخالفان و باشندگان غیر مسلمان مکه تشبیه کرد. مولوی کبیر گفت که قاتلان شهدای طالبان آزادانه در افغانستان زندگی میکنند. معاون سیاسی رئیس الوزرای طالبان در سفر به ولایت لغمان که ویدئوی آن را تلویزیون ملی نشر کرد گفته است کسانی که در 20 سال گذشته با خارجی ها و حکومت قبلی کار کردند با فرمان عفو رهبر طالبان در صلح و امنیت زندگی میکنند. مولوی عبدالکبیر به اقارب جنگجویان طالبان که در جنگ با نیروهای دولت پیشین کشته شدند گفت که آنها به خاطر عفو از سوی رهبر طالبان آزادند. او برای توجیه فرمان عفو به پیروزی مسلمانان و تسخیر شهر مکه در قرن 8 هجری اشاره کرد و گفت چنان که رسول الله بعد از فتح مکه همه مخالفان خود را عفو کرد، حالا امیرالمومنین هم آن سنت ها را زنده کرده است که باعث خوشحالی برای ماست، نه مایه ننگ. برغم تأکید طالبان بر فرمان عفو، سازمان ها و رسانه های معتبر بین المللی از کشتار هدفمند نیروهای امنیتی پیشین افغانستان به دست طالبان خبر دادند، اما طالبان با رد این گزارش ها گفته که برخی از نظامیان پیشین در اثر انتقام جویی های شخصی کشته شدند. از انتحار سیاست تا سیاست انتحاری. عطا محمد نور یکی از چهره های آشنای سیاست در افغانستان اخیراً در واکنش بر اظهارات حسن کاظمی قومی سفیر ایران در کابل هفته گذشته گفت که اگر لازم باشد بیش از یک لشکر انتحاری از افغانستان به غزه اعزام خواهد شد. سخنان بر زبان رانده و که بس برانگیز است. به گفته آقای نور افغانستان منبع تولید نیروی نیابتی و قلمرو حاکمیت دیگران نیست از آنجا فرمان حرکت نیروی انتحاری صادر کند. عجب، مگر آقای نور نمیداند که افغانستان زیر کنترل طالبان در حال حاضر به قانون تروریسم بدل شده و در کاروبار صادرات انتحاری به کشورهای همسایه نیز دست بلند دارد. به نظر می رسد این سیاستگر در تبعید هنوز هم توهم مالکیت بر خراب آبادی که در حال حاضر طالبان بر آن حکم می رانند بیرون نشده و به این دلیل همچنان لاف سیاسی می زند. عطا محمد نور باز هم ما را متعجب می کند و می گوید که انتحار پروری طالبان به افغانستان ربط ندارد. تقدس عجیب در این گفته او وجود دارد. گویا کشور مورد نظر آقای نور منزه‌ترین و بی‌عیب و نقص‌ترین سرزمین در کره خاکی است که تنها او و یارانش در آن ریشه دارند و بقیه بی‌ریشه هستند. این واژه اخیر در اکثر سخنرانی‌های آقای نور حضور دارد. واژه بی‌ریشه از توهم مالکیت می‌آید که حتی در تبیر نیز او را رها نکرده است، اما واقعیت حی و حاضر چیز دیگر را بازگو می‌کند. کشوری که به گونه تام و تمام در اختیار یک رژیم تمامیت‌خواه قرار دارد، رژیمی که رهبرانش مدعی‌اند تنها آنان مالکان اصلی افغانستان هستند نه دیگران. آقای نور در مدت بیش از 2 سال که طالبان بر اریکه قدرت تکیه زدند باید پی برده باشد که مالکیت از قدرت برمی‌خیزد، نه خیال پردازی و توسل به لاف سیاسی. آقای نور میگوید که افغانستان زیر کنترل طالبان به حد دچار افت سیاسی شده که دیپلمات ارشد یکی از کشورهای همسایه بر سرزمین ما حس
تملک میکنه. شک وجود ندارد که کشور دچار افت سیاسی شده است، اما این مورد تازه نیست و از گذشته بر جا مانده است. اگر افت سیاسی وجود نداشت، طالبان بر نمیگشتند و مردم دوباره در جنگ این گروه جاهل و بیابانگرد اسیر نمیشدند. وزارت داخله طالبان: خبر کشته شدن 5 غیر نظامی به دست طالبان در کابل صحت ندارد. سخنگوی وزارت داخله طالبان: خبر کشته شدن 5 غیر نظامی در تیراندازی افراد این گروه در یک ایست بازرسی در شرق کابل را رد کرد. خالد زدران گفته است که هیچ حادثه تیراندازی بر منطقه قصبه کابل رخ نداده و گزارش رسانه ها درباره آن کذب محض است. پیشتر منابع گفته بودند که افراد طالبان در یک بازرسی در منطقه دهنه قصبه در نواحی 15 شهر کابل با تیراندازی به سوی یک موتر مسافربری 5 نفر از جمله راننده و 4 سرنشین آن را کشتند. یکی از نزدیکان، یکی از قربانیان گفت که این رویداد صبح روز دوشنبه روی داد، اما خالد زدران در پستی در شبکه اکس این ادعا را تکذیب کرد و گفت چنین حادثه در منطقه 15 رخ نداده و این خبر کذب محض و ادعای بی اساس است. اما این در حالی است که یکی از بستگان قربانیان به افغانستان انترنشنال گفت آنها از دیروز در شبخانه های کابل در جستجوی اجساد عزیزانشان بودند و سرانجام اجساد آنها را در تبدلی کابل پیدا کردند. گزارش های بسیار مهم تازه از جهان. بانک جهانی: جنگ غزه و حملات در دریای سرخ اقتصاد جهانی را با خطر روبرو می کند. صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی هشدار دادند که جنگ غزه و حملات به کشتی‌های تجاری در دریای سرخ تهدید برای اقتصاد جهانی است. بر بنیاد گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، کریستلینا جورجیوا، مدیر عامل صندوق بین‌المللی پول، روز دوشنبه با اشاره به جنگ کنونی اسرائیل و گروه حماس گفت که این رویداد اقتصاد منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا را تحت تاثیر خود قرار داده است. جورجیوا که در اجلاس جهانی دولت‌ها گردهمایی سالانه رهبران تجاری و سیاسی در دبی سخنرانی می‌کرد، هشدار داد که این جنگ هرچی طولانی‌تر شود، تأثیر مخرب آن بر جهان عمیق‌تر خواهد شد. وی افزوده است: من بیشتر از این می‌ترسم که جنگ طولانی شود، چرا اگر این جنگ ادامه یابد، خطر گسترش آن افزایش می‌یابد. آجی بانگا، رئیس بانک جهانی، نیز یکی دیگر از سخنرانان اجلاس جهانی دولت‌ها بود. گفت که آنچه در غزه در حال رخ دادن است، همراه با چالش‌های اوکراین و دریای سرخ، جمله چالش‌های اصلی هستند که چشم‌انداز اقتصاد جهانی را مبهم می‌کند. او اضافه کرده است: وقتی این متغیرها را همراه با این واقعیت در نظر بگیریم که سال گذشته احتمالاً شاهد کمترین رشد اقتصادی طی 4 دهه اخیر بودیم، آن وقت باید به دقت مراقب شرایط باشیم. حوثی‌ها ادعا می‌کنند که در همبستگی با فلسطینی‌ها کشتی‌هایی را که به نحوی با اسرائیل مرتبط هستند هدف قرار می‌دهند، اما شمار از کشتی‌هایی که مورد حمله حوثی‌ها قرار گرفتند هر گونه ارتباط با اسرائیل را رد کردند. تشکر که تا این دم با ما بودید. شب و روزتان خوش. خداوند یار و مددگار همه‌تان باشد.